مخته است و گویا اغلایی در جمع دشمن نیست تا به آنها یادآوری کند چگونه تحقیر شدند. در این لحظه اشاره وار به چند مورد نگاه می کنیم. این چهره یک جوان ساده محروم از توابع بوشهر است، همان کسی که با نیروهای ساده و تحت امرش با عشق به ولی امر خود حضرت امام رحمت الله علیه به رغم غافلگیری بالگرد فوق پیشرفته آمریکایی را هزار تکه کرده و غرق نمود. افلا یعقلون؟ آیا واشنگتن نشین ها از یاد بردند کشتی روسی چگونه در پیکری دریا سوخت؟ آیا داستان انهدام کشتی ساموئل بی رابرتس به گوش اغلای آمریکایی نخورده است تا افسار مسئولین خود را کشیده و تحقیر جنگ نفکش ها را یادآوریش کنند؟ آیا از یاد بردند که در حضور 100 خبرنگار که برای ثبت اقتدار آمریکا در عبور دادن امن کشتی بریجتون از دهانه هرمز یک مین سرگردان چه بلایی بر سر آبروی آمریکا آورد؟ افلا یعقلون؟ رئیس جمهور بد اقبال آمریکا می تواند با رجوع به شنودهای ضبط شده دهه 60 صدای لرزش استخوان‌های فرماندهان خود را بشنوند که چگونه از شنیدن نام بیژن گرد بر خود می لرزیدند. اما گمان کردند بیژن گرد و نادر مهتوی فقط همان دو نفر بودند. پس یک بار دیگر این صحنه ها را ببینید. تو برادرت آمد دست آورد و بر لبت نرسید ولی از روی نیسرت آمد. اگر کسی با بمب اتم میتوانست بر کسی پیروز بشود، تا حالا باید آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌های خبیث دنیا باید تا حالا 100 بار جمهوری اسلامی را از بین برده بودن. اونی که قدرت میدهد به یک نظام بمب اتم نیست، قدرت نظام اسلامی که آمریکا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌های ریز و درشت عالم تا امروز نتوانستند و نخواهند توانست با او مقابله کنند، قدرت ایمان نیروهای حزب الله است. چند سال زمان داشتیم که بر مبنای آیه قرآن و عدوله هم استطاعت خودم رو بالا ببریم. امریکایی ها میدونن که ما در حال حاضر غیر قابل قیاس با زمان جنگ هستیم. آمده؟ ببینید یک ناو هواپیمابر با طول 330 متر و عرض 70 متر، بیش از 6000 نفر نیرو، قریب 70 تا 80 فروند هواپیما
یک سیبل برای ما، و اگر تصور دارن که این امکان میتونه برای اونا تولید توان بکنه در منطقه، طبیعتاً سخت در اشتباه هستن. با امکانی که برای ما فراهم شده، در شرایطی که اونها بخوان ما رو تهدید بکنن، بخوان حرکتی بر علیه ما انجام بدن، ما اونها رو مورد تهاجم قرار خواهیم داد. طبیعتاً ما شروع کننده جنگ نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود. ولی اگر اونها بخوان حرکتی بر علیه ما انجام بدن، جواب ما قطعاً به صورت قوی و مهلک خواهد بود. امروز سپاه به این مرحله رسیده، دارای موشک‌های دوربرده، دارای پرنده‌های دوربرده، بلند دورپروازه، بدون سرنشینه، دارای پدافند هوایی قدرتمنده، دارای یک توان دریایی فوق‌العاده قویه، دارای یک نیروی زمینی بی‌پایانه. یعنی اگه مردان نیروی زمینی صف بکشن، هیچ کس نمیتونه انتهای اینا رو ببینه. این فقط صرف فعل توانستنه. ایده‌ای که امام تو جامعه ما القا کرد و مقام معظم رهبری اون ایده رو در تمام جامعه منتشر کرد. و اینها تنها بخشی از توان سپاه است که رو نمایی شده است. اما این تجهیزات هرگز نقطه اتکای ما نبوده و نیست که نقطه اتکای سپاه ایمان به خدا و اطاعت از ولی زمان خود است. و این چنین است که ولی امر تکیه بر عصای ولایت چنان سخن میگوید که از تنین صدایش خانه عنکبوتتان میلرزد و از حمله نظامی پا پس میکشید، به سان سگی که سنگ خورده است، حتی سنگی به کوچکی کاتیوشاهای حزب الله لبنان. پس وای بر لحظه ای که ولی زمانه فرمان دهد. ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. این را ثابت کرده ایم، ملت ایران این را به اثبات رسانده است. اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. و بدانند، هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند، پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد.